سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم برای فال هفتگیمون. امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دل شما خوبه خوبه خوب باشه. دوستان عزیز، میپردازیم به فال شما، ببینیم چه خبر است در انرژی های شما. مثل همیشه شما دوست عزیزی که نگاه میکنین، من اسمت یین مقدس اسمتون رو میذارم زاری خاجون و اون شخص مقابل شما یانگ تانک با اون قیافه زده گلولهش رو ببینیم که چه خبر هست در انرژی ها. عزیزان دل، من مثل همیشه از کارت های عددشناسی استفاده میکنم. توجه داشته باشین که این فال ها انرژی های چند روز قبل و چند روز بعد رو بهتون میگه. دوستانی که فکر میکنین که نه ببینیم چه خبر شد در انرژیشو، نمیدونم برمیگرده و فلان اینا، ببین دوستان، نگاه میکنیم یک درجه حرارتی فقط میگیریم از حال و هوای اون شخص و همچنین شما، اتفاقاتی که برای شما در راه هستن. دوستانی که میخواییم ببینیم که چه خبر خواهد شد، نمیدونم فلان از این حرفا، میتونین توی اون لیست فال های عمومی بدون زمان فال مورد نظر خودتون رو پیدا کنید. خب شما دوست عزیز در چه انرژی هایی تشریف دارین؟ اولین کارتی که من برای شما میکشم عدد 2 هست. شخص مورد نظر شما حضرت نوح یا حضرت دود، حضرت میتونیم بهش بگیم، منجمد هم شده. خب عدد 5 براش افتاد. خب عدد 2 چه چیزی رو به شما میگه؟ ابا باپا کارت هم با هم لج کرده. خب عدد 2 اینجا حرف از چه چیزی میزنه؟ حرف از توجه میزنه، حرف از این میزنه که به دیگران خیلی دقت میکنین، وقت خودتون رو برای خودتون دارین ولی نگاه میکنین دور براتون رو، و از اینکه بخواین خودتون رو در جلوی صحنه بذارین میپرهیزین، میپذیرین که مسائل یواش و آروم حرکت کنن، تقاضای کمک میکنین و همراه دارین. شخص مورد نظر شما دوستان عزیز عدد 5. 5 معمولا حرف از تغییرات میزنه. من چراغ رو روشن کنم. ببخشید. دوست داره که حرکتی انجام بده ولی میترسه از اینکه آنچه را که داره از دست بده. دوستان میترسه از اینکه آزادی خودش رو از دست بده. مشکل داره خودش رو در آینده ببینه و اینکه میترسه از اینکه شکست بخوره. در مقابل مسائل جدید کلن گاف صندوقه، حرکت نمی کنه، درو باز نمی کنه و هر کاری که می کنه فقط از سر چی هستش؟ ترس هستش و بدون به قول معروف هیچ دقت خاصی روی بقیه مسائل، فقط می ترسم و کاری رو انجام می دم. خب حالا بریم ببینیم چه خبر است از در کارت های دیگه. اولین کارتی که ممکن هستش نشانگر انرژی، خلاصی از انرژی های شما باشه دوست عزیز، شما این قسمت هستین، شخص مورد نظر شما این قسمت هست. بریم ببینیم در جزئیات چه خبر هستش. دست از من، شفا از خدا. ببینیم چه خبره. یه کارت اومد بیفته نیفته. خب یه کارت اینجا افتاد. شما که خیلی متمرکزین دوستان، توجه میکنین، تمرکز دارین و اینکه مشغول هستین، سر خودتون رو یک جورایی گرم کنین، شروع میکنم به کار کردن، متمرکز هستم روی یک مسئله. دوستان کارتون ممکن از زیاد باشه دوره‌ای ولی داره به پایان میرسه. دو تا عدد 10 با هم دیگه اینجا دارم براتون میبینم. مثل میمونه که تمام تلاش خودتون دارین میکنین که هرچی مسدودیت هست در زندگیتون رو از بین ببرین. سنگینی، مسدودیت، به هر حال تلاش خودتون دارین میکنین و هم مقامتون این هستش که تلاش میکنم برای آینده و مسئله، مثل اینکه ذهن شما رو خلا، نه اینکه درگیر کرده باشه ولی خب در برگرده. ببین دوستان عزیز، دارم میبینم که روی یک سریاتون، روی یک سری از مسائل منفی زندگیتون دارین کار میکنین که بخواین جلو بریم، پیشرفت کنین. برای خیلی از شما اینجا مسائل مادی و کاری افتاده دوستان، احساسی، شاید همون توجهاتی، همون وابستگی هایی که نسبت به حضرت نوح داشته باشین در این قسمت از فال. نوح، حضرت نوح وقتی میگم شوخی میکنیم با یانگ مقدس دوستان، ولی به هر حال دارم میبینم که تمام هم و غم شما این هستش که خوشحال و خوشبخت باشین و این مسئله رو کردین واسه خودتون، یه دونه برای یک سری مثل وسواس فکری. خب حضرت دماغ دراز عقابی تشریف آوردن اینجا و نشستن
خودشون هستن و اینکه دارن میگه ببینین من اومدم. خب چشماتو باز کن و ببین که من اومدم. برای منم یه فرش قرمز پهن کنین. اینجا کسی که فاصله گرفته، کسی که در یک سردی هستش دوستان عزیز، و کسی که دوستان توجه کنین که که این فاصلهش به این دلیل هستش که نمیخواد اشتباه کنه، یه مقدار سردرگم هست این روزا. دوستانی که این هفته های آخر دارین این فایل ها رو نگاه میکنین، متوجه هستین که یانگ با اون قیافه ضد گلولش درونش آتش هست، یعنی اتفاقاتی در زندگیش افتاده و یا داره میفته که حالش آنچنان درست نیست. ولی خب اینجا کارت حاجت روایی برش افتاد. فکر میکنه که دوستان توجه کنین، با فاصله گرفتن از شما، با سرد بودن، اولا مخ شما رو کار میگیره. اینجوری شما هستین که میایین سراغ، شما هستین که میایین نازش رو میکشین و اون هم حالت ببینین ناز داری، بله ناز خر داری، بله اگر ناز نکنی خیلی بلا نسبت شما باشه، ابله هستی. پس بنابراین توجه کنی اینجا چه چیزی هستش. من چیزی که میبینم این هستش که فکر میکنه که با این فاصله گذاشتن ها، با این حرف نزدن ها، با این به قول معروف سردی که به وجود آورده، باعث میشه که شاید هر چیزی که دلش میخواد بهش برسه. حالا خبر خوبی هستش که انرژیاش مثل این که داره تمام اون انرژی‌های سنگین دارن از زندگیش خارج میشن. خب من اینجا اینا کارتا رو اینجا بذارم. حالا خبر خوب با یه گل بهار نمیشه، ببینیم کارتای دیگه چی بهتون میگن. فعلا که توی کالسکش هستش، شما هم هلش میدین ببینیم بالاخره از توی این کالسکه در خواهد آمد. خب شما نه هلش نمیدین دوستان، شوخی کردم باهاتون به خاطر چه، برای اینکه شما روی خودتون متمرکز هستید. شما به آخر یک دوره سخت رسید دوستان. یک سری از شما ببینید دوتا کارت حرف از این میزنه که شب سیاه روح رو پشت سر گذاشتین و دیگه نمیخواین برگردین به همون انرژی های نفس بر. دست کارت افتاد، من این کارت رو میذارم کنار و کارت دیگر رو براتون میکشم. کارت بعدی و اینکه دارم میبینم که الان از این به بعد هر کاری رو انجام میدین که حالتون بهتر بشه، هر کاری رو انجام میدین که دلم میخواد، حتی مکالمه دارم برای شما میبرم. از یک حال از یک تونل سیاهی رد شدین دوستان، تونل سیاهی که در اون سنگینی بوده، در اون در مسائل سیاه بودن، در اون ناتوانی هایی بوده، دارم اینم دارین در میایین و زندگی داره کم کم اونجور که شما خودتون دلتون میخواد حرکت میکنه. این شخص بار بسیار سنگینی داره دوستان عزیز، با اینکه دارم میبینم که مسائل دارن سنگین سبکتر میشن، باز هم یک سنگینی بسیار بزرگی در زندگیش وجود داره. ممکنه شخصی هستش که با مسائل قانونی مشکل داره دوستان، یا اینکه در یک مسئله رسمی دوستان عزیز مشکل داره، یا اینکه شخصی هستش که تصمیماتی که گرفته توی زندگیش تصمیماتی بودن که بارش رو سنگین تر کردن تا اینکه بخوام بارش رو سبکتر کنم، و الان اولین چیزی که دوست داره داشته باشه این بار سنگین کنار گذاشته بشه. من احساس میکنم انرژیاش داره سبکتر میشه. دوستان توجه کنین، شخصی هست که در خفا گریه میکنه. خب این شخصی هست که در خفا گریه میکنه. من هر موقع بهتون میگم این کارت گریه براتون، این گریه میفته عزیزان، باور کنین برای اکثرشون گریه میکنن، در خفا گریه میکنن و تقاضای بخشش دارن. این کارت کارت تقاضای بخششه. خب یک سریاشون متوجه هستن سنگینی هایی که در زندگیشون وجود داره به خاطر رفتارشون با شما بوده، به خاطر کارهایی که در ارتباط با شما انجام دادن. حالا ممکنه که یه سری از دوستان هستن اینجا که با من موافق نباشن، نظرهای مخالف موافق با هم دیگه داریم، ولی خواهش میکنم ازتون که احترام همدیگر رو رعایت کنیم و اینکه به همدیگه ناسزا نگیم. من اینجا یه همچون شخصی میبینم فاصله گرفتم، فهم میکنم اینجوری. حالا ببینیم یه وقتایی هم هستش یانگ معمولا مثل یک حیوان وحشی، نه اینکه حالا بهتون میگم حیوان وحشی برای ناسزا گفتن به یانگ باشه، بلکه حیوان وحشی وقتی که زخمی هستش خودش رو یه گوشه میذاره جدایی از دیگران، وقتی که خودش حالش که خوب شد بلند میشه میاد دوباره میره شکار. الان شاید قسمتی از زندگیش هست که یک سنگینی هایی در زندگیش هست و حالا ماجرا اینجاست که این سنگینی ها رو برای یک سرشون مرتبط با شما میبینن، برای همین ممکن هستش که یک سریاتون از این شخص خبردار بشین که ببینین نمیاد بهتون بگه که به قول معروف منو ببخش. من احساس میکنم به صورت حالا خیلی زیرپوستی میخواد بیاد حرفی رو بهتون بزنه. خیلی از شما لحظات سختی رو پشت سر گذاشتین دوستان، در روی خودتون بستین،
و متزلزل بودین از این مسئله، به دنبال راه حلی بودین. ببینید و خود به خاطری که ببینید دوستان آسیب پذیر بودین، برای همین خودتون رو کنار کشیدین و هنوز هم دوستان با اینکه به آخر یک دوره سخت رسیدین و تلاش شما بر این است که شرایط شما بهبود پیدا کنه، با همین احوال باز هم دارم میرم خودتون رو دارین قایم میکنین. میترسین، مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه. کادویی برای شما، سورپرایز قشنگی برای شما در راه هست. ببینیم که حضرت دود چه خبر؟ حضرت دود توجه کنین دوستان عزیز، شادی برش دارم میبینم و تغییرات. پس خدا رو شکر تمام اون سنگینی ها دارن کم کم میرن و تغییرات برش در راه هست. حالا فکر نکنین از فردا بالا همیشه براتون ترکی میرخصه. این شخص توجه کنین دوستان، تغییراتی که براش داره به وجود میاد یواش 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 تاتی تاتی داره توی زندگیش به وجود میاد. ببینیم کارت بعدی رو. خب حرف از صحبت میزنه، بالاخره لال از لال جان بودن داره در میاد و اینکه داره صحبت میکنه، میخواد صحبت کنه. خب من احساس میکنم خیانت این پرش بوده، ممکنه خیانت بر روی یک رابطه قدیمی، در یک رابطه قدیمی یا در مورد ارث و میراث بوده. به هر حال هر چیزی که هست یک مسئله قدیمی بوده که بر این شخص سخت گذشته دوستان. خب ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه. لاله جان چه خواهد گفت دیگه. خب کارت بعدی دوستان، شما رو دارم میبینم اینجا که با خودتون فکر میکنین به دردهایی که کشیدین. یک سریاتون واقعا دارم میبینم اینجا مثل این میمونه که خودتون رو واقعا تجزیه تحلیل روحی روانی و همون به قول معروف جراحی روحی دارین میکنین، دردهای خودتون رو در مورد دردهای خودتون دارین فکر میکنین و چگونگی و سرچشمه اون از کجا هستش. و اینجا اون شخص دارم میبینم دوستان عزیز، یک بیداری دارم براش میبینم، یک شروع دارم براش میبینم. باز هم این کارت حاجت روایی که این بالا بود اینجا داره براش تکرار میشه. انرژی هاش دارن سبکتر میشن، دو مرتبه داره جون میگیره و مثلا براش روشنتر دارن میشن، راهش داره روشنتر میشه. و هر کسی که تو این دنیا در این کائنات دوستان انرژیش بالاتر یعنی که سبکتر باشه و مثبت‌تر باشه، تمام ما به هم وصل هستیم و به سمت بالاتری حرکت میکنیم. خب ببینیم با هم دیگه کارت‌های دیگر رو، ببینیم کارت‌های دیگه در ارتباط باهاش چه چیزی رو بهتون میگن. شما هم که دارم میبینم که دوستان واقعا زحمت زیاد دارین میکشین و اینکه زحمت بر شما زیاد بوده دوستان، برای شما مسائل بسیار خوب در راه هستن، مخصوصا دوستان از نظر مادیات. از نظر مادیات برای که دارم اینم تلاش شما روی مادیات شما بسیار زیاد هستش. کارت های بعدی رو ببینیم چی بهتون میگن. اوکی و ببینید اتفاقی داره برای شما میفته که شکرگزار هستین از مادیات دوستان. سر تعظیم فرو میارم، شکرگزار هستم. مسئله که براش خیلی صبوری کردین عزیزان دل و اون شخص با همه این احوال چالش زندگیش پنج تمام نشده دوستان. سر راه این شخص چالش هایی هست و این چالش ها توجه کنید سر راهش فرشتگانی هستن که راهش رو نشونش میدن. اگر این چراغ فرشتگان رو خاموش نکنه بله، و دارم میبینم که فعلا خودش رو کنار داره میکشه دوستان. راهی که در اون هست راه سختی هست، راهی که در از اون داره میاد راه سختی هست و احتیاج به این داره که دو مرتبه تجدید قوا کنه. خب این که در ارتباط با شما همیشه در حال تجدید قوا هست، ولی خب به هر حال اینجا هم دارم میبینم که یه همچون نیازهایی رو این شخص داره. من این خورده این دوربین رو درست کنم که اصلا دیدش خوشم نمیاد ازش. خب ببینیم، نه مثل اینکه بهتر از این هم نمیشه. خب یه مقداری اینجا بهتر شد، دیده دوربین بهتر شد و ما ببینیم کارت های دیگر رو با هم دیگه ببینیم که چه خبر است. کارت بعدی اینجا حرف از کارت عشاق میزنه، کارت انتخاب برای شما یا مسائل احساسی براتون میزنه دوستان. ببینیم کارت بعدی بهتون چی میگه.
که با هم دیگه تعبیرش کنم براتون. واو بسیار عالی. برای یک سریاتون دوستان عزیز برگشت در زندگی احساسی دارم براتون میونم، برگشت به یک زندگی احساسی دارم براتون میونم. قدرتمندی شما، تصمیم گیری شما از نظر هوشی، از نظر آگاهی، ببینید یک شفافیت ذهنی اینجا براتون دارم میبینم و همچنین کارت فراوانی هم هست دوستان این کار. پس فراوانی بیشتر مسئله مادی من دارم برای شما میبینم و اینکه خروج از یک سری از سختی ها. اون شخص هم دارم میبینم حرف از آشتی داره میزنه، پس به فکر آشتی هست، اونایی که از هم فاصله گرفته و اینکه تغییر و تحول که در زندگیش براش واقعا دوستان عزیز دارم میبینم که سخت بوده. اینجا ببینید دوتا کارتی که دارم میبینم باز هم تکرار مکررات هست. این دوستان از این شخص از اون دل تغییر کرده، پوستش کاه شده دوستان و الان داره کم کم جون میگیره. ممکنه باز هم بهتون گفتم به خاطر یک مسئله قانونی باشه و یا اینکه به هر حال به خاطر یه مسئله هست که یه جورایی یه جاهایی دمش گیر هستش دوستان. حالا مسئله خانوادگی هست، قضایی هست، اداری هست، یک چیزی هست که این شخص رو دارم میرم که واقعا دمار از روزگارش در آورده. میریم به سمت کارت های دیگه، کارت های احساسی در ارتباط با شما و شخص مورد نظرتون. ببینیم که کارت های احساسی بهتون چی میگن. کارت بعد اینجا بهتون میگه که همدیگر رو بهتر بشناسین و کارت بعد ببینیم چی بهتون میگه دوستان. و این حرف از مشکلات خانوادگی میزنه. من احساس میکنم برای یک سریاتون عزیزان دل، شما این روزها خیلی درگیر شاید مسائل خانوادگیتون هستین، شاید حرف از ارث و میراث برای یک سریاتون میزنه، ولی با همه این احوال من دارم میبینم که شما عزیز دل، اونی که افرادی که اون شخص رو حالا میخواین بهتر بشناسین، دارم میبینم که دارین فکر میکنین که چه مسائلی شاید باعث شده، باعث حال بد این شخص شده یا باعث فاصله گرفتن این شخص شده و یکی از این مسائل مسائل خانوادگی و فامیلیش هستش که دارم میبینم که شما میلتون بر این هستش که شاید بهتر مسائل رو درک کنین. ولی از جانب دیگه عزیزان دل دارم میبینم که به هر حال برای شما دوست عزیزی که دارین نگاه میکنین، این روزها مسائل زندگی خودتون برای شما مهمتر است. اون شخص میگه که به این رابطه ببین دوستان عزیز توجه کنین که ما احتمال این که برای یک سری یا دوستان عزیز در یک ازدواج دیگه این شخص باشه یا در یک تعهد دیگه باشه زیاد هستش. برای همین شاید این تعهد اون تعهد قدیمی داره به پایان میرسه و اینکه الان دارم میبینم که میخواد چی بکنه، میخواد به رابطه با شما یک شخص یک شانسی بده. حداقل این چیزی هستش که این کارت ها بهش میگن. دیروز خیلی در ارتباط با این شخص صحبت کردیم. من دوستان این که ندیدین میتونین برین فال دیروز رو نگاه کنین از چه خبر. ببینین شما دارم میبینم که بیشتر روی خودتون متمرکز هستین و روی خوشحالی و خوشبختی خودتون دارین. دارم خوشبختی و شانس برای شما میبینم. بیشتر برای من برای شما روزهایی که داره میاد مسئله مادی شما دوستان خیلی اینجا برای من مشخص و به قول معروف پررنگ افتاده. اون شخص حرف از مکالمه میزنه، شاید از این شخص خبردار بشین، مکالمه ای داشته باشین، ولی در این مکالمه متوجه میشین که به سمت شما جذب هستش روزان، ولی آدمی هست که هنوز در یک مارپیچ و مارپیچ های زندگیش قرار داده و اینکه در حال حاضر در حال رها کردن خودش از یک سری از مسائل دست و پاگیر زندگیش هست. خیلی من اینجا بر این شخص مشکلات میبینم. خب با اینکه داره در میاد ازشون ولی هنوز انرژی سنگین در زندگیش قرار دارن. خب ببینیم کارت های بعدی به چه میگن؟ کارت بعدی حرف از ملاقات میزنه برای شما. ممکنه که شما ملاقاتی داشته باشین یا منتظر ملاقاتی هستین و الان در روی خودتون بسین، الان احساس در یک سکوت هستین، برای سریا منتظر دیدار این شخص هستین دوستان، ولی خبری ازش نیست فعلا. ببینید اون شخص حرف از مسائل فیزیکی و جنسی میزنه به این شروع اشتیاق. بله اون دارم میبینم که حالا مکالماتی هم خواهد داشت در این ارتباط حالا با شما یا اینکه الان فصل بهار هستش. برای من متعجب بودم که برای یانگ این کارت ها نیافتاده بود، ولی خب گرما الان دیگه دارم میبینم که به هر حال کم کم که مشکلاتش کمتر بشه دارم میبینم که به هر حال
مسائل فیزیکی هم براش مهمتر دارن میشن، برای که به هر حال هر کاری کنی بره بالا بیاد پایین، فصل بهاره و همه جا لاله‌زاره. اوکی، شما منتظر دیدار این شخص هستین دوستان، اوکی، و فعلا خبری نیستش و ولی اون شخص الان میلش به این هست که مکالمه کنه، ولی که به شما خیلی فکر میکنه در ارتباط با این مسائلی که بهتون گفتم فیزیکی. خب عزیزان، بریم ببینیم کارت‌های دیگه چی بهتون میگن. از این من از کارت‌های سیمبولون استفاده میکنم، ببینیم که کارت‌های سیمبولون در ارتباط چی میگن. سیمبولون هم با من شوخیشون گرفته، میسیم که میخوان دسته دسته کارت بندازن. خب برای شما ببینیم، یک خوشحالی، یک ورود به یک دوره‌ای که در اون دوستان عزیز همه چیز منظم خواهد شد، تعادل خواهد شد. از نه باز هم مسائل خانوادگیتون، و اینجا هم دارم میبینم که اوکی، بعد از اون دارم میبینم که حالا شما از این به قول معروف برج خودتون دارین در میایین و دارین میرین شکار، میرین شکار. چکار مسائل احساسی در خواهید آمد دوستان. همین که زندگیتون به یک تعادل برسه از نظر مادی، از نظر خانوادگی، من احساس میکنم که شما دو مرتبه نیزه خودتون رو در بر خواهید داشت و اینکه خواهید رفت به شکار. یک سری از شما عزیزان دل خیلی خودتون رو قربانی مسائل خانوادگی و فامیلیتون دارین میکنین. خب و اولین چیزی که برای شما مهم هستش این مسئله هستش و خودتون هم احساس میکنین که قربانی شدین تا حدی. خب اون شخص ببینید دوستان عزیز دور برش آدمای خوب نیستن و افرادی هستن که تحت تاثیر اونها هست و مجبور خودش رو با اونها وقف بده. من نمیدونم چرا آدم باید خودش رو با آدمای بد وقف بده، یا اینکه آدمایی که ارزش‌های درست حسابی ندارن تو زندگیشون. بله و در سکوت هستش، حرفی هم نمیزنه به این افراد در ارتباط با شما، حرفی نمیزنه حتی در ارتباط با گرایشش نسبت به شما و اینکه دلش میخواد وارد مکالمه بشه، اینجوری مکالمه و باتون حرف میزنه که چقدر به سمت شما جذب شده، ولی با همه این احوال دارم اینم سکوت اختیار کرده. به خاطر چی سکوتش؟ سکوتش به خاطر سکوت من از رضایت نیست، ولی به خاطر افرادی هست که دور و برم هستن. من برج ها رو براتون میخونم: مرداد، مهر، فروردین، شهریور، فروردین دوبار، خرداد و اسفند براتون افتاده. و ببینیم که کارت های دیگر رو با هم دیگه، کارت های بعدی چی بهتون میگن. خب دو تا کارت اینجا افتاد، حرف از فراوانی و حرف از زحمت و خستگی. خستگی شما عزیزان دل به خاطر برقراری تعادل در زندگیتون و داشتن فراوانی در زندگیتون که دارم میبینم که داره میاد به سمت شما. برای شما یه خوشحالی، خوشبختی، شانس، فراوانی، پول دارم میبینم که با زحمت داریم به دستش میاریم، ولی خب داره به دستتون میاد. ببینیم که شخص مورد نظر شما دوستان چه خبر هست. تا کارت افتاد سپاسگزاری و آزادی. ببین آدمی هستش که دارم میبینم که در مقابل این افراد دوستان توجه کنین، افرادی که دور و برش هستن که رفتار خوبی هم ندارن و ارزش های درست حسابی هم ندارن، سپاسگزارشون هستش. خب یه جورایی ببینین اصلا یک حالت عجیبی اینجا برای من افتاده و اینکه و از اینکه ببینین سکوت هم که کرده اینا، این افراد بهش میگن که مواظب باش، آزادی خودت از دست میدی، تو الان حالت خوب هستش، تو الان هر کاری دلت میخواد میتونی انجام بدی. ببین الان حرف از آزادی، حرکت، اینا هر جور که خودم بخوام زندگی میکنم. نه با اینکه یک سری از شما عزیزان دل کاملا من آگاه هستم و میدونم که اصلا همچون رفتاری ندارین که مؤاخذه کنین کسی رو روی رفتارش، روی رفت آمدنش، ولی این مسئله هستش که افرادی که دور و بر این شخص هستن در سر این دارن فرو میبرن. وای بنده خدا، اگر بری سراغش نمیدونم اینجور میشه، اگر بری سراغش اونجور میشه. خب شما دوست عزیز میگه که من زن آرام هستم، بسیار عالی، روی خودتون دارین کار میکنین،
خوشبین هستین و به آینده خودتون اعتماد دارین، بسیار عالی. هیچ کس از آینده خبر نداره و اینکه میگه که من لجباز هستم و میدونم که به نظرم عوض نمی کنم روی این مسئله و اینجا میگه که من افسرده هستم و یک کیلو بستنی جلوی خودم گذاشتم و دارم میخورم. خب عزیزان توجه کنیم، به خاطر اینکه شما دوستان عزیز روی یک مسئله خیلی لج و لج بازی کردین یا دارین میکنین، خب خسته هستین و اینکه یک حس حال خوبی ممکنه نداشته باشه. ولی خبر خوب اینجا چه چیزی هست؟ این خستگی به خاطر مسئله احساسی نیست. تمام فال من اینجا دیدم که شما روی خودتون، روی کارهای خودتون متمرکز هستین و برای بهبودی شرایط زندگیتون دارین تلاش میکنین و حتی حس تغییر و تعویض حس درونتون و خوشبینی شما هم اینجا هستش. پس من این کارت ها رو خیلی برای شما خوب و قشنگ میبینم، نه اینکه من بشینم واسه کسی بشینم به قول معروف گریه و زاری کنم، که اصلا ببینید دوروبریاش براش مهمتر هستن. خب وقتی هم به شما فکر میکنه و میخواد شانسی هم که بده، بیشتر به خاطر مسائل گرمه به قول معروف فیزیکی هستش. خب ببینیم کارت های دیگر رو با هم دیگه. دوستان اینجا میگه من بدبخت هستم بدون تو و من از خودم میپرسم که چه کار کردم که شایستگی همچون چیزی داشته باشم. 4 تا کارت اینجا افتاد، اینا دیگه با هم دیگه من اینا رو براتون میذارم. میگه منفعل، میگه من در حال حاضر هیچ کاری رو نمیکنم چون قادر نیستم یک قدم به سمت تو بیام، شک دارم از این و میترسم و به اندازه کافی به خودم اعتماد به نفس ندارم و من منطقی هستم و به علائمی که کائنات به سمت من میفرستن ایمانی ندارم. یه آدمی هست که حالش بده دوستان، به شما فکر میکنه و احساس بدبختی میکنه و زمانی که شما کنارش بودین حالش بهتر بود، ولی دیگرانی هستن که شیطان وار دوستان میان در این شخص وسوسه ایجاد میکنن که از شما فاصله بگیره و سعی میکنه مسائل منطقی کنه. از جانبی حالش بد هست در ارتباط با شما، از جانبی میخواد مسائل به صورت منطقی ببینه. پس به طور کلی دوستان کسی هستش که حال درستی نداره. خب ببینیم که منفعل بودنش هم که حالا خیلی هم فعال نیست در ارتباط با شما دیگه، این که دیگه چیزی جالب و جدیدی نیست. پیام شما برای این شخصی هستش میترسم به اندازه کافی برای تو خوب نباشم. آیا من شایستگی همچون خوشبختی رو دارم؟ میترسم از اینکه این عشق منو غرق کنه و از سر من رد بشه و من باید روی ترس‌های خودم کار کنم. ببین ترس از دست دادن هستش. ببین یک سریا، یک از دوستان بعد در فال دیروز پیام داده بود، کامنت گذاشته بود که طرف رفته و وقتی که رفته گفته من هیچ وقت تو رو دوست نداشتم. بدترین، زشت‌ترین، کثیف‌ترین حس حالی که یک شخص میتونه به کسی بده، یعنی که نه تنها میرم بلکه یک لگد در وجود تو هم میزنم که تمام وجود تو فرو بریزه. اگر که نبوده این حس حال، چرا پس تو موندی با من؟ چرا من با من وارد رابطه شدی؟ اینا این افراد که اسمشون خودشیفته های فاسد هست دوستان، خودشیفته فاسد وقتی که میره دوستان میخواد پشت سرش یک ویرانه باقی بمانه. خب پس شما وارد بازیش نشین. و اینجا این کارت کسی میخواد بگه که هر جور شده ببین پس من هم که مشکل دارم. شما نیستین که مشکل دارین دوستان، اونا اون افرادی هستن که با وقاحت کامل وجود شما رو به لرزه در میارن. خب و یک کاری میکنن که تا ابدالعمر شما به اینا وابسته باشین از نظر ذهنی و هر جور شده بخواین عشق اونا رو بخرین. خب نه، این کار میکنن که منو دوست داشته باشه. یعنی هر کدومی، هر شخصی، هر انسانی در درون خودش ضعفایی رو داره. ضعف من اینه، ضعف تو اونه، ضعف اونه. دلیلی نداره که ما آدم کامل باشیم، خودمون رو بپذیریم همون جوری که هستیم. و کسی که میاد یک خنجر میزنه توی زخمهای خابیده ما و نمک هم برمیداره روش میزنه، از نظر من از انسانیت خیلی به دور هست. انسان فقط همین جسم نیستش دوستان، انسانیت، ارزشهای والا داشتن در زندگی مهم هست. و کسی که همچون حرفی رو به کسی میزنه، خب تمام وجود یک نفر رو در هم میکشه. روی انسانیتش باید یک علامت سوال گذاشت. خب بریم ببینیم که حداقل حرف نزنه. خب
کارت بعدی در ارتباط با مشاوره. من به تو قول میدم و به قول خودم عمل خواهم کرد که دیگه تو رو ناامید نکنم. تو خیلی برای من مهم هستی و تازه آگاهی دارم که به خاطر ترسام به اندازه کافی به قولهای خودم عمل نکردم. میخوام از این به بعد به چیزهایی که بهت میگم عمل کنم و تو میتونی روی من حساب کنی. شما هم روش حساب کنیم. دوستان عزیز، این فال شما بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش عزیزان دل و تا فال دیگه، خدا.